بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسین عزیز، السلام علیکم و رحمت الله. امید است که همیشه لابس لباس صحت و عافیت باشید و دعا کنید که الله سبحانه و تعالی شرایط کنونی حاد را به شرایط عادی و نرمال تبدیل نماید که بتوانید به جای درس های آنلاین درس های حضوری را پیش ببرید. در درس گذشته پیرامون این خواندیم که یک اهلیت وجوب بود و یک اهلیت ادا، و بعدا به ادامه آن این مبحث را خواندیم که دوره های مختلف اهلیت بود، که دور اول بود دور جنین که در بطن مادر است، و با اونجا خواندیم که او دارای اهلیت وجوب هست و بعضی چیزهایی که به نفع آن، ولی اهلیت ادا نمی باشد. و دور دوم از این درس می خوانیم که دور دوم دور انفصال الی التمیز، دوره جدا شدن طفل است، جنین است، از شکم مادر تا دوره جدا کردن خوب و بد را از یک دیگر. الجنین متن فصل، جنین هرگاه جدا بشه حیان زنده از مادر، از بطن مادر خارج بشه، ثبتت له ذمتون کاملتون، برایش یک عهده و یک مسئولیت کامل ثابت میشه، فتثبت له اهلیت وجوب کاملت، ثابت میشه برای آن اهلیت وجوب کامل، فتجب الحقوق له و علیه، واجب میشه حقوق به نفع جنین و بر ضرر جنین، و کان ينبغي ان تجب عليه الحقوق بجملتها كما تجب على البالغ، مناسب این بود که واجب می شد بر همین جنین که از مادر جدا شده تمام حقوق و مجموعه آن مثل که بر شخص بالغ واجب می شود، بخاطر کمال ذمه که ذمه داری از او کامل است، و همچنان ثبوت اهلیت، اهلیت ثابت میشه بها به واسطه آن، واسطه همان ذمه. الا انه لما کان نفس وجوب الحق علی الانسان، مگر اینکه هرگاه خود واجب شدن حق بر انسان مقصود نبود به خاطر ذات واجب شدن، بلکه مقصود از وجوب حکم همان وجوب است که ادا کردن باشد، فکل حق یمکن اداؤه عن السبی، هر حقی که ممکن باشد ادا کردن آن از کودک یجب علیه، بر او واجب میشه، و ما لا یمکن اداؤه عنه، هر چیزی که ممکن نباشد ادای آن از کودک، لا یجب علیه، واجب نمی شود بر آن. علی التفصیل الاتی، بر توضیحی که می آیه. اولا حقوق العباد، حقوق بندگان خدا، ما کان منها حقوقا مالیتا، آنچه که از حقوق بنده ها حقوق مالی است، که زمان المطلفات مانند تاوان اشیای تلف شده که توسط کودک تلف میشه، او اجرت الاجیری، یا مزدوری شخص مزدوری که برای آن کار کرده در مال کودک، او نفقت زوجت، یا نفقه همسرش که دارای همسر میباشه، خرچ زن و الاقارب و نزدیکان و نحو ذلک و مانند اینها، فإن هذه الحقوق تجب على السبي، این حقوق واجب میشه بر کودک، لأن المقصود منها هو المال، چون مقصود از این حقوق مال است، و اداؤه يحتمل النيابه، و ادای آن ادای مال احتمال نیابت داره که کسی به نیابت از کودک آن را ادا بکنه، فيؤديه الولي، پس ادا میکند آن را ولی، نیابت عن السبي، به نیابت از کودک، و ما كان من حقوق العباد عقوبه، و آنچه که از حقوق عباد به عنوان عقوبت و سزا باشه، مانند قصاص، لا یجب علی السبی، واجب نمی شود بر کودک، لانه لا یصلح لحکمه، او صلاحیت ندارد برای حکم آن که مؤاخذه به عقوبت و سزا باشد، لان فعل السبی لا یوصف بالتقصیر، فعل کودک صفت کرده نمی شود به کوتاهی، فلا یصلح سببا للعقوبه، صلاحیت ندارد سبب از برای سزا، لقصور معنی الجنایت فی فعله، به خاطر کوتاه بودن معنای جنایت در فعل کودک، کما ان هذا الحق لا يحتمل اداؤه النیابه، مثل اینکه من حق عقوبت ادا کردن آن احتمال نیابت را ندارد،
فلا تجوز و معاقبت الولی، پس روا نمی باشد سزا دادن ولی را نیابتا عن الوصی، و نیابت از جای وصی یا از جای سبی، و ازا به خلاف دیت، این مسئله به خلاف از دیت است. فانا تجبه، دیت یا خونبها واجب میشه به خاطر معصوم بودن محل، و صبا لا ینفی عصمت المحل، و کودکی نفی نمی کند معصوم بودن محل را، محل عصمت باقیه ولو که مرتکب همان جنایت بر محل کودک باشه. و المقصود من وجوبها، مقصود از واجب شدن دیت مال است، و اداؤه و ادای همین مال قابل نیابت هست. ثالثاً ثانیاً حقوق الله تعالی، دوم حقوق الله است، آنچه که اصل از برای عبادات است که ایمان باشه. و ما کان منها عبادات خالصه، و آنچه که از عبادات عبادت های خالص است، سواء کانت بدنیتا محضتا، برابر است که بدنیه خالص باشه مانند نماز، یا مالیه محضه باشد که زکات مانند زکات، یا مرکب از بدنی و مالی باشد که الحج مانند حج. لا یجب شیء من ذلك على الصبي، چیزی از آنها بر کودک واجب نمی شود. و این وجد سبب هذه الحقوق و محلها، اگرچه که سبب این حقوق یافته شده و محل این حقوق یافته شده که از ذمت صالحه، امان عهده و مسئولیت صلاحیت دارنده، لأن حکم الوجوب فی هذه الحقوق، زیرا که حکم وجوب در این نوع حقوق هو اداؤها، و ادا کردن من حقوق است فعلا من قبل من وجبت علیه، با عنوان فعل کردن از جانب کسی که بر او واجب شده، على وجه الاختیار، بر طریق اختیار، لن نیابت الجبریه، نه نیابت مجبوری، لیحصل به الابتلاء، تا اینکه حاصل شود به آن آزمایش، و ما یترتب علیه من جزاء، و آنچه که مرتب می شود بر ابتلاء و آزمایش از جزاء، و لیس الصبی و اهل لذلك، و کودک اهل آن نمی باشد. و ما کان من حقوق الله تعالی عقوبتا، آنچه که از حقوق خدا با عنوان عقوبت و سزاست مانند حدود، لم یجب علی السبی، اونها هم بر کودک واجب نمی شود، کما لم یجب علیه، مثل اینکه واجب نمی شود بر کودک، ما هو عقوبتون، آنچه که او سزا هست از حقوق عباد که القصاص مانند قصاص، لعدم حکمه، بخاطر نبودن حکم آن که مؤاخذه و گرفتار شدن و مسئولیت و بازپرس به عقوبت، و عدم احتمال ها نیابه، چون این نوع حقوق احتمال نیابت را ندارد که ولی به جای آن نیابت بکنه. اما اهلیت الادای، هرچی که اهلیت ادا هست، فمن عدمتون تماما، نابود است کامل، فی حق سبی، در حق کودک، فی هذا الدوره، در همین دوره جدا شدن تا مرحله تمیز. چرا؟ لعدم تمیزه، بخاطر لعدم تمیزه، بخاطر که کودک اهل تمیز نیست. و تمیز بالعقل، و تمیز داشتن ذریعه عقل، اساس اهلیت ادا است، کما قلنا، مثل که ما قبلا این موضوع را بیان کردیم. و لهذا لا یطالب الصبی، از همین جهت است که کودک مطالبه نمی شود به ادای شیء به نفسه، به ادا کردن چیزی در ذاتش. و ما وجب علیه من حقوق، آنچه که واجب شده است بر کودک از حقوق، به سبب اهلیت وجوب، قام ولیه، استاده می شود ولی آن، بالادای عنه، به ادا کردن از جای کودک، فی ما تصح نیابت فیه، در چیزهایی که نیابت در آن و نائب شدن صحیح می شود. ولعدم اهلیته للاداء، بخاطر نابودن اهلیت کودک برای ادا، لا یترتب علی اقواله، مرتب نمی شود بر سخنان کودک و بر تصرفات کودک ای اثر شرعی، هیچ نوع اثر شرعی. فعقوده و تصرفاته، عقدهای آن، بیع و شراء و امثال از او، و تصرفات قولی آن، نکاح و طلاق و امثال آنها، عقد و رهن و هبه و امثال آنها، تصرفات قولی آن باطلتون، اینها باطل است، لا یعتد بها، به آن اعتبار نمی شود. و هذا ما قرره القانون المدنی العراقی و القانون المدنی المصری، این چیزی است که در دو قانون مدنی، قانون مدنی عراقی و قانون مدنی مصری، آن را تأیید کرده است. الدور الثالث، دوره سوم،
دور التمييز الى البلوغ، دوره تمييز كودك است تا وقت بلوغ آن. و يبدا هذا الدور، شروع می شود این دوره به بلوغ صغیر از سنه السابعه، برسیدن کودک به سال هفتم، و ينتهي بالبلوغ، و این دوره پایان می یابد و بالغ شدن. و في هذا الدور تثبت للإنسان آلية وجوب كاملة، در این مرحله ثابت میشه برای انسان آلية وجوب کامل. لأنه إذا ثبتت للصغير غير المميز، زیرا که این آلية هرگاه که ثابت شد برای طفل خوردی که غیر تمیز کننده است، فثبوت آل الصغير، ثابت شدن آن برای صغیری که هو احسن و حالا منه، بهتر است از روی حال خود از آن که اهل تمیز است، اولا به طریق اولا ثابت میشه. فتثبت الحقوق له و علیه، فثابت می شود حقوق برای این کودک و بر علیه این کودک، علی النحو الذی فصلناه، بر طریقی که ما آن را توضیح دادیم، به نسبت للصغیر غیر الممیز، نسبت به طفل خود سالی که غیر تمیز دهنده بود، عند کلامنا عن الدور الثانی، در وقت گفتگوی ما بر مرحله دوم از مراحل دوران کودکی. دور الانفصال الى التمیز، که او دوره جدایی از مادر بود تا وقت تمیز. اما آلیت الادا، هرچی که آلیت ادا هست، فتثبت للصغیر، ثابت می شود برای طفل خردسال، فی از دوره، در همین دوره تمیز، ناقصتا ناقص، لنقصان عقله، به خاطر ناقص بودن عقل آن، و یترتب و مرتب میشه علی هذه الآلیه الناقصه، بر همین آلیت ناقص کودک، صحت الاداء منه، صحیح شدن ادا از آن، للوجوب، واجب نمی باشد بالنسبت للإيمان وسائر العبادات البدنية، نسبة بإيمان وبقية عبادات بدنية سيء مش أدا كردن آن، ولی برو واجب نیست، لأن فيها در أدا كردن آنها و در این واجبات در أدای آنها نفع خالص است للصغير برای طفل خردسال. أما تصرفاته المالية ففيها تفصيل على النحو الآتي، تصرفات مالی همین صغیر در دورانی که صغیر است و مرحله تمیز شروع شده تا بلوغ، فی تفصیل، در آنها توضیح و شرح است، علی النحو الاتی، به طریق آینده. یک، تصرفات نافعت، نفعا محض للصغیر، یکی تصرفات است که نفع دهنده است و نفع خالص برای صغیر، که قبول الهبه و صدقه و الوصیه، مانند قبول کردن هبه به نفع اونه، قبول کردن صدقه به نفع اونه، قبول کردن وصیت به نفع اونه. واضح تصرفات تصح من صغیر، و این تصرفات صحیح می شود از طفل خورد دون توقف، حتی موقوف نیست علی اجازه الولی، بر اجازه خود ولی یا بر اجازه همان وصی و سرپرستان. لأن تصحیح مثل هذه التصرفات، صحیح گردانیدن مانند این تصرفات، اذا باشره الصغیر، وقتی انجام بدهد آن را صغیر، ممکن است بناء على وجود الاهلیت القاصره، نظر به موجود بودن اهلیت کوتاه. و فی تصحیحها، در صحیح گردانیدن این تصرفات، مصلحت ظاهره، مصلحت آشکارا است له برای کودک. و نحن امرنا، و ما دستور داده شدیم، به رعایت مصلحتیه، به مراعات کردن مصلحت صغیر، کل ما کانت هذه الرعایت ممکنتا، هر قدر که همین مراعات مصلحت آن ممکن باشد. التصرفات الضار به صغیر، تصرفات که ضرر رساننده است به صغیر، ضررن محزن، ضرر خالص. و هیه، و این تصرفات، تلک التي يترتب عليها خروج شيء من ملکه دون مقابله، آن تصرفات است که مرتب می شود بر آن خارج شدن چیزی از ملک صغیر بدون عوض، کل هبت، مانند هبه کردن آن، والوقف، مانند وقف کردن آن، و نحوه، مانند آن وصیت کردن و تبرعات و غیره. هذه تصرفات لا تصح من صغیر، انه تصرفات الصغیر صحیح نمیشه، بل لا تنعقد اصلا، بلکه اصلا منعقد نمیشه. ولا یملک الولی، و مالک نیست ولی، او الوصی یا وصی، تصحیحها، تصحیح گردانیدن یا صحیح گردانیدن این تصرفات را به اجازه دادن، لانهما، زیرا که
ولی و وصی لا املکان مالک نمی باشن مباشرتهما انجام دادن این نوع تصرفات را در حق صغیر، فلا املکان اجازتها پس مالک نمی باشن اجازه دادن آن را. لان مبنى الولایت، زیرا که اساس ولایت النظر للصغیر، شفقت برای صغیر است و رعایت مصلحته و مراعات کردن مصلحت صغیر است. و لیس من النظر فی شیء، نیست از جمله شفقت در چیزی مباشرت التصرفات الضاره به، انجام دادن تصرفاتی که ضرر رساننده به صغیر است، او اجازتها یا اجازه دادن تصرفات، اذا باشره الصغیر، وقتی که صغیر آن را انجام داده باشد. التصرفات المتردده بین النفع و الضرر، او تصرفاتی که در میان است، دور خورنده میان نفع و ضرر، من وجه نفع داره و من وجه نقصان داره، به حسب اصل وضعها، به اعتبار اصل وضعش، کل بی ایمانند بی دایر بین نفع و ضرر، میتونه مفید باشه میتونه ضرر رساننده باشه. اجاره همچنان و سایر المعاوضات المالیه، باقی معاوضات مالی مانند رهن و امثال آنها. فازه تصرفات تحتمل الربح والخساره، این تصرفات که است احتمال فایده هم داره و احتمال خساره و نقصان هم داره. فاذا باشرها، زمانی که انجام داد این نوع تصرفات را از صغیر الممیز و صغیری که اهل تمیز است، وقعت صحیحتا، واقع می شود صحیح به اعتبار تمتعه به اصل اهلیت الادای، به اعتبار فایده گرفتن آن به اصل اهلیت ادا، چون اصل اهلیت ادا داره. الا انها تكون موقوفه، مگر اینکه این نوع تصرفات موقوف می باشد بر اجازه ولی، لنقص اهلیت، به خاطر ناقص بودن اهلیت. فاذا اجازه الولی، زمانی که این تصرفات را ولی اجازه داد، این جبر هذا النقص، آن نقصان جبیره می شود و کامل می شود و اعتبر التصرف، و اعتبار می شود تصرف کانه صادر من ذی اهلیت کاملت، گویا که آن صادر شده است از صاحب اهلیت کامل. و هذه الاحکام التي ذکرناها، این احکامی را که ما یاد کردیم، به نسبت لتصرفات صغیر، نسبت به تصرفات صغیر، و ما یصح منها، آنچه که صحیح می شود از تصرفات آن، و ما لا یصح، آنچه که صحیح نمی شود، قررها القانون المدنی العراقی، تأیید کرده است آنها را قانون مدنی عراق، و کذلک القانون المدنی المصری، همچنین قانون مدنی مصری، فیما یخص التصرفات النافع و الضار، در آنچه که خاص می باشد به تصرفاتی که نفع منده و تصرفاتی که ضرر رساننده. اما دائره بین النفع و الضرر، اما او تصرفاتی که دور می خورد میان نفع و ضرر، من وجهن نفع است و من وجهن نقصان، فقد جعلها قابلتا لابطال لمصلحت الغیر، آنها را قرار داده است قابل برای باطل گردانیدن به خاطر مصلحت صغیر. و یزول حق التمسک بالابطال، حق نگهداری آن زائل میشه به واسطه باطل گردانیدن، اذا اجاز الولی و هذا التصرف، وقتی که ولی اجازه داد آن تصرف آن را، او اجازه الصغیر، یا آن را خود صغیر اجازه داد، بعد بلوغی سن الرشد، بعد از اینکه به سن رشد یا به سن کمال و سن اهلیت رسید. الصغیر المعزون، طفل خود سالی که برایش اجازه داده می شود. یجوز للولی ان یأذن للصغیر، جایز است برای ولی که اجازه بدهد برای خورد اعمال تجارت و کارهای تجارت که تجارت بکنه. متى انس منه قدرت على ذلك، هرگاه که یافته شد از کودک توانی بر انجام دادن اعمال تجاری. و فی هذه الحاله، در این حالت، تکون تصرفات صغیر تجاریه، می باشد تصرفات تجاری طفل خورد، و کذا کل ما هو من اعمال تجاره، همچنین هر چیزی که او از جمله اعمال تجارت است و لوازمها و لوازم تجارت است، من التصرفات الصحیحة النافذه، از تصرفهای صحیح و نافذ و جاری می باشد. لان الاذن السابق على التصرف، اجازه ای که سابق بر تصرف است، به منزلت الاجازه اللاحقه بعده، در مرتبه و در جایگاه اجازه پیوست شونده است بعد از تصرف. و هذا
ما اخذ به القانون المدنی العراقی این چیزی است که آن را گرفته و با آن عمل کرده و آن را ملاحظه کرده و تأیید کرده قانون مدنی عراقی و قانون مدنی مصری. الدور الرابع، دور ما بعد بلوغ. دور چهارم دوره بعد از بلوغ است. اذا بلغ الانسان عاقلا، زمانی که شخص انسان بالغ شد، عاقل و هوشیار، ثبتت له آلیت و اداء کاملت، برای ثابت میشه آلیت اداء کامل، و صار اهلا و میگرد اهل لتوجیه الخطاب الیه، برای متوجه شدن خطاب الهی به سوی آن، و تکلیفه به جمیع تکلیفات شرعیه، و اهل میگرده برای مکلف شدن آن به همه مکلفیت های شرعی، و صحت منه و صحیح می شود از این شخص بالغ و عاقل جمیع العقود و تصرفات، تماما عقدهای آن و تماما تصرفات آن، دون توقف على اجازه احد، بدون موقف بودن بر اجازه کسی، اذا لم يكن فیه صفه، وقتی که در همین کودک که بالغ شده بیخردی و صفاحت و خفت رأی و خفت عقل نباشد، کما سنذکره فی ما بعدو، چنانچه که زود است آن را یادآور بشویم در ما بعد.